طلویی، آقای دکتر ناصر استاد در رایت فامیلی دنتال، آقای علی گلچین در گلچین لا آفیسز، رستوران صوفی، کازمیک سولار، اس جی دیزاین و خانم سوگند گویا و بارنز مارکت. خب برگردیم به برنامه امشب. سخنران امشب ما خانم مهنوش یزدانیار هستند که من بیوگرافی کوچکی رو از ایشون خدمتتون میگم و ایشون درباره اوفک و تحریم ها صحبت خواهند کرد. خانم مهنوش یزدانیار در گرگان به دنیا آمد و زمانی که 3 سال داشت به آمریکا مهاجرت کرد. لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه UCLA دریافت نمود و مدرک حقوقش رو از دانشگاه USC در سال 2004 گرفت. در ظرف 11 سال گذشته دفاتر حقوقی یزدانیار با دلسوزی و دقت امور مالی و دعاوی حقوقی موکلین خود را در ارتباط با تحریم‌ها و مشکلات پیچیده آن بررسی کردند. تخصص این دفاتر همونطور که گفتیم در امور تحریم‌ها و اوفک بوده است. خانم یزدانیار در سمینارها و کنفرانس‌های متعددی در این زمینه صحبت کردند و قوانین و ضوابط تحریم‌ها رو توضیح دادند. ایشون قبلا هم مهمان AIAP بودند ولی چون صحبتاشون خیلی جالب بود و اکثرا دوستان ما سوالات زیادی داشتن، تصمیم گرفتیم که مجدداً از ایشون دعوت کنیم که مهمان ما باشند و به ما بگن که از تحریم ها تازه چه خبر. مطمئن هستم که دوستان عزیز سوالات زیادی خواهیم داشت که خواهش میکنم اونها رو برای ما تکست بکنید و ما از ایشون تقاضا میکنیم که به اونها جواب بدن. زمان جلسه 1 ساعت خواهد بود ولی چنانچه تعداد سوال‌ها زیاد باشه و اگه سخنران ما خسته نشده باشند احتمالاً 15 تا 30 دقیقه دیگه به برنامه اضافه خواهیم کرد. به هر حال این شما و این هم خانم مهنوش یزدانیار. ممنونم شعله خانم، سلام عرض می‌کنم به همگی، ممنونم از دعوتتون. من داشتم فهم کردم، داشتم سعی می‌کردم فهم کنم چند وقت پیش بود و توجه با این مسئله کووید آدم اصلا سالها، زمانها، ماها یکی میشن، ولی فکر می‌کنم حدوداً 2 سال پیش بود که لطف داشتین دعوت هم کردین، اومدم سان دیگو، خیلی هم به من خوش گذشت، با دوستان عزیزی آشنا شدم و ممنونم از دعوت دوباره. خیلی چیزای این روزا ممکنه که نامشخص باشن و به قول اینجایا uncertain باشن، ولی یه چیزی که خیلی certain همیشه تحریم‌های اقتصادی هستن و محدودیت‌های کارهایی که در رابطه با ایران میشه انجام بدیم. حقیقتش اینه که در این چند سال گذشته با وجود اینکه ما خیلی شنیدیم که administration گذشته، ترامپ administration تحریم‌های اضافه کرد در رابطه با ایران، حقیقتش این هستش که برای کسایی که میخوان با ایران از نظر اینکه مثلا دارایی خودشونو بیارن خیلی قوانین تغییر نکرد. یه سری تغییراتی برای چرخش پول بود، اونم به خاطر فاینانشل سانکشنز که توی فاینانشل سکتور ایران پیاده کردن، ولی به طور کلی برای آوردن پول شخصی قوانین به همون صورت مونده. من چند وقت پیش برای از طریق دفتر خودمون یه سمینار داشتیم و تمام حدود همه وقتش رو نه، ولی مثلا میتونم بگم بیشتر وقت رو گذاشتیم برای سوالا و فکر میکنم خیلی همه خیلی دوست داشتن، برای که میگم انقدر ابهامات زیاده تو این قوانین، انقدر خود تحریما پیچیدن و انقدر مشکلی که آدم توی زمان کوتاهی بخواد همه جزئیات اینا رو کاور کنه. برای من برای امشب تصمیم گرفتم که من پاورپوینت گذاشتم و مثل همیشه اوورویو سانکشنز رو توضیح میدیم، ولی سعی میکنم بیشتر وقت رو بذارم برای سوالایی که شما دارین و اگرم فکر میکنم یکی از بهترین راه هایی که آدم میتونه یه چیزی رو بهتر درک کنه اگر از طریق سوال و اگزامپلز هستش. برابرین من الان میرم به پاورپوینتمون. بعد
مطمئن بشم که اینو دارم درست انجام میدم. میبینین صفحه منو دیگه درست؟ اگه نمیبینین به من بگین. برای اینکه بله من شروع میکنم حرف زدن and then good luck stopping me. بله میبینیم. بسیار عالی، ممنونم. اوکی. So OFAC، دیگه من یه زمانی که وقتی که صحبت OFAC رو میکردم هیچ کس نمیدونست اصلا OFAC چی بود، ولی الان دیگه تا حدی همه فکر میکنم آشنایی دارن. OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control، بخش Department of the Treasury دولت آمریکا هستش که مسئول برگزار کردن تحریم‌های اقتصادی هستن و تمام تحریم‌هایی که در رابطه با ایران پیاده شده همش از طریق این سازمان OFAC هستش. این تحریم‌های اقتصادی محدودیت می‌ذارن روی کارهایی که US persons میتونن در رابطه با ایران انجام بدن. صحبت اصلی ما امشب در رابطه با تحریم‌های اقتصادی و نه تحریم‌های هسته‌ای. تحریم‌های هسته‌ای or nuclear sanctions, secondary sanctions هستن که محدودیت اکثر می‌ذاره رو کارهایی که non US persons میتونن در رابطه با ایران انجام بدن. برای این فوکس ما امشب برای کارهایی که ماها US persons میتونیم و نمیتونیم در رابطه با ایران انجام بدیم. Definition of U.S. person طبق تحریم‌های اقتصادی خیلی فرق میکنه با definition of U.S. person طبق قوانین IRS، طبق قوانین immigration، خیلی وسیع‌تر میشه گفت. U.S. person یعنی هر کسی که citizen آمریکایی هست، تبعیت آمریکا رو داره، ساکن آمریکا هست، legal permanent resident آمریکا هست، هر شخصی که داخل خاک آمریکا هست، یعنی حتی اگه شما ویزا داشته باشین و داخل خاک آمریکا باشین، دولت آمریکا این حق رو داره که شما رو US person حساب بکنن. و هر بزنس یا انتیتی که طبق قوانین آمریکا و داخل آمریکا فرم شده. همیشه میگن خب خوبی محدودیت های تحریم ها این سانکشنز ها که اولا خیلی ها فکر میکنن این اتفاقیه که تازه افتاده، در صورتی که اصلا اینطور نیست. این تحریم های اقتصادی به نوعی و این محدودیت ها به نوعی از سال 1995 به جا بودن. برای این اگه کسی به شما میگه که نه من این کار رو مثلا 5 سال پیش کردم، 10 سال پیش کردم قبل از تحریم ها، اینطور نیست. این تحریم ها همیشه بودن و همیشه محدودیت گذاشتن رو کارهایی که US person در رابطه با ایران انجام میتونن بدن و گفتن که در واقع واردات و صادرات کالا، خدمات، هر گونه تکنولوژی، هر گونه سرویس به ایران و از ایران غیر قانونیه. و برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن، این محدودیت‌هایی که گذاشته شده فرقی نمی‌کنه اگر شما دارین کارهای تجاری انجام میدین یا کارهای شخصی. به طور کلی طبق این قوانین شما حق ندارین اصلا با ایران هیچ گونه importation or exportation of goods, services, technology انجام بشه. و این خودش خیلی وسیعه، درست؟ علاوه بر اون اومده گفته که هیچ کمکی هم نمیتونیم بکنین مستقیما یا غیر مستقیما که یه کاری که غیر قانونی انجام بشه. این خیلی نکته مهمیه، برای که یکی از سوالایی که ما خیلی برامون پیش میاد افرادی هستش که میگن که خب من مثلا خودم میخوام یه کالایی بفرستم ایران، خودم نمیکنم، من یه کازنی دارم، دوستی دارم، رفیقی دارم توی اروپا، من کمک میکنم که اون کارو انجام بده، اصلا من توش کاری ندارم. خب این خود همین طبق تحریم غیر قانونیه، برای اینکه به قول سازمان اوفک شما دارین فسیلیتیت میکنین، دارین کمک میکنین یک کاری انجام بشه که برخلاف تحریم ها هستش. یک سری ترانزکشنز با ایران مجازه. این مثلا یه سری کمک های بشردوستانه که بعدن کمک صحبت بیشتری میکنیم، برای اینکه حتی تو اون چارچوب محدودیت های گذاشته شدن. یه سری مثلا اطلاعات، تلفن میتونیم بزنیم، کامپیوتر، ایمیلز، نیوزپیپرز، اینا همه جزء information material حساب میشن که exempted هستن از این تحریم ها. علاوه بر کسی که میخواد سفر بکنه، اگه شما میخواید سفر بکنیم برین ایران، اون هم مجازه. هزینه هایی که پرداخت میکنین برای سفر کردن به ایران مجاز هستش. میرسیم بعد به صحبت مجوز. این نکته خیلی مهمه، برای اینکه اکثر کارهایی که ما میخواییم انجام بدیم در رابطه با ایران براش باید مجوز صادر شده باشه. یعنی جدا از این اکسپشنز هایی که ما صحبتش رو کردیم که دیدین لیستش خیلی ببخشید زیاد نیست، اگه شما هر کاری میخواین انجام بدیم باید مطمئن بشین که طبق این تحریم ها یه جواز براش صادر شده. سازمان اوفک دو نوع مجوز داره.
یکی بهش میگن جواز کلی یا جنرال لایسنس. جنرال لایسنس یه مجوز کلی هست که OFAC برای تمام US persons صادر کرده. یعنی اومده گفته که برای یک سری کارهایی که ما میگیم برخلاف هدف تحریم ها نیست و ما نمیخوایم محدودیت بذاریم روش، به جای اینکه بگیم هر شخص آمریکایی بیا جدا جدا از ما اقدام برای مجوز کنه، ما یه جواز کلی صادر میکنیم که شما بتونین این کار رو انجام بدین. اگر در واقع به نام یک شخص خاصی نیست، این مثل حالت همون اکسپشن رو داره. یعنی اومده دولت گفته یه سری کارها رو ما میگیم مجازه، اگر کاری بخواین انجام بدین که براش نه اگزمشنی صادر شده باشه نه جواز کلی، اون موقع باید اقدام برای جواز خاص بکنین، که یکم بعد صحبت میکنیم که چجوری باید این کار رو انجام بدین. این همون OFAC لایسنس هستش که خیلی ها راجبش صحبت میکنم. این سلاید اینجا داره نشون میده برای جوازهای کلی که دولت آمریکا صادر کرده، که برای اکثر ایرانی هایی که میخوان با ایران کار کنن و سوالایی که ما میگیریم برای کسانی که میخوان دارایی خودشون رو بیارن، معمولا انجام دادن اون کار طبق این جوازها قرار میگیره، یعنی مجاز هستش و داخل چارچوب این جوازها قرار میگیره. یکیش هست a non-commercial personal remittance، یعنی پول شخصی که ارتباط تجاری با ایران نداره. طبق تحریم‌های اقتصادی هم از ایران شما حق قانونیتون هستش که یک non-commercial personal remittance دریافت بکنین، هم حق قانونیتون هست برای بستگانتون یا دوستاتون یا هر کسی توی ایران بفرستین. این میتونه پولی باشه که مربوط به ارث، این میتونه هدیه باشه از یک شخصی که سیتیزن و گرین کارت هولدر نیستش، میخواین برای شما هدیه بفرستین و همچنین شما دارین برای بستگانتون برای کمک خرج، برای هدیه، برای هر چیزی پول اجازه دارین بفرستین. دومیش برای فروش دارایی هستش. دارایی شخصی، حالا پرسونال اسیتس یعنی وسیله شخصی و یا ریل پراپرتی زمین، خونه، ملک، هر دوشون مجازن به شرطی که اون پراپرتی رو یک US person یا ارث بهش رسیده باشه وقتی که US person هست، یا قبل از اینکه US person بشه این به نامشون بوده. این نکته خیلی مهمه، برای اینکه اگر شما گرین کارت داشته باشین، مثلا برین ایران یه زمینی بخرین، بعد 5 سال دیگه میخواین برگردین رو بفروشین، این قانونی نیست. شما این اجازه رو ندارین که طبق تحریم ها این کار رو انجام بدین. چرا؟ برای اینکه شما این پراپرتی رو موقعی که US person بودین اکوایر کردین. فروش personal و یا real property تنها موقعی که مجاز هست وقتی که شما از قبل اینو به نامتون بودش، یعنی قبل از اینکه گرین کارت بگیرین یا بعدش ارث به شما رسیده باشه. هر چیز دیگه ایو بخوایم بیاریم باید از سازمان OFAC اقدام برای جواز بکنیم. حالا چند تا نمونه میتونیم بگیم که خب چی میشه، یعنی چه کدوم اینستنس هایی هستش که یک شخص باید اقدام برای جواز خاص بکنه. یکی هستش هم یه اتفاقی که خیلی میفته، مخصوصا توجه با مالیات بر ارثی که تو ایران حساب میکنن و مشکلاتی در رابطه با انحصار وراثت. وقتی که شما خیلی ها وقتی که در غیر حیات میخوان که یه زمینی دارن یا اسیتی دارن به نام عزیزانشون بکنن که خدای نکرده اگه یه روزی فوت بشن، این دیگه اون شخص نخواد یه مالیات سنگینی پرداخت بکنه در رابطه با این، و اون که اصلا وضع transfer of assets تو ایران بعضی موقع انقدر مشکل، خب خیلی راحت تر وقتی که هستن الان به نامشون بکنن. مشکلی که هست هدیه نقد از یک شخص به یک شخص مجاز طبق تحریم ها، ولی هدیه دادن یک پراپرتی مجاز نیست. یه سوال دیگه هم خیلی از ما میپرسن این هستش که خب من ارث به من رسیده، بعد من میخوام اینو بیارم. خب ما میگیم ارث، پس اون شخص کی فوت شدن؟ میگه او فوت نشدن، هنوز هستن. خب این طبق این definition inheritance آمریکایی این ارث حساب نمیشه. An inheritance is something that someone passes away and you inherit. اون شخص باید فوت شده باشن، نمیتونن هنوز باشن، این دیگه ارث حساب نمیشه، این هدیه میشه. و inter vivos gift یعنی هدیه یک شخص به یک شخص دیگه، زمین مجاز نیست طبق تحریم ها، باید اول مجوز بگیریم. همچنین اگه شخصی باشه که مثلا تازه گرین کارت گرفته باشه اومده آمریکا، اگر اون شخص حساب بانکی تو ایران داشته باشه، اگر اون شخص توی هنوز شرکت داره، سهام داره، اگر بخواین این حسابای بانکیشونو ببندن یا اینکه این مثلا چرخش بزنسشون رو تا یه مدت ادامه بدن تا موقعی که بتونن کاملا زندگیشون رو منتقل بدن به آمریکا، باید اقدام برای مجوز بکنن.
و همچنین برای خرید هر گونه خونه داخل ایران. اینا examples های specific license هستش که حتما باید اقدام بکنیم و نمیتونیم که طبق جواز کلی عمل کنیم. این سلاید خیلی مهمه برای کسانی که فکر میکنن جواز از OFAC گرفتن ولی نگرفتن. این مشکلی که خیلی یعنی تو جامعه خیلی پیش اومده، فکر میکنم الان من 7-8 ساله که هی دارم میگم این نامه ای که اینجا شما میبینین که بهش میگن a return without action letter، این مجوز نیست. این نامه در اصل در جواب درخواست مجوز که براش نمیتونن جواز صادر کنن ایشو میشه. یعنی شما اگر مثلا بیاین برای یک کاری که دولت جواز کلی صادر کرده اقدام برای جواز خاص بکنین، خب طبیعتا دولت میگه که ما که به شما جواز کلی دادیم، شما دارین طبق جواز کلی عمل میکنین، چرا میخواین که از ما درخواست جواز خاص بکنین؟ ما چنین جوازی رو صادر نمیکنیم. خیلی‌ها فکر میکنن این نامه OFAC لایسنسه، این کیس نمبری که اینجا نوشته شده OFAC license number. در صورتی که اینطور نیست. اینجا در سمت you're on the right side of the screen مجوز هستش، جوازی که OFAC صادر میکنه. میبینین اینجا قشنگ نوشته license number، این expiration date داره، اینجا یکم کوچیک نوشته شده ولی اینجا expiration date داره. و اینا نمونهش هم روی وبسایت ما هست، هم روی social media platformمون. اگر مثلا روی اینستاگرام بین @yazdanyourlaw میتونین قشنگ اینا رو پیدا کنین. و همچنین اگه برای ما ایمیل بفرستیم میتونیم نمونهشون رو براتون بفرستیم info@yazdanyourlaw.com که بتونین از نزدیک ببینید. اگر شما چنین نامه ای گرفتین که اینجا در سمت چپ هست، این لایسنس نیست. برابر این فکر نکنین که این it's not a license. اینو هیچ کمکی به شما نمیتونه بکنه اگر از نظر قانونی براتون مشکلی پیش بیاد. اگر کسی برای شما اینو گرفته و این داکیومنت رو گرفته و به شما گفته مجوزه، با ما تماس بگیریم و ما میتونیم بگیم که در چه قدمایی برداریم، برای اینکه این کمکی از نظر تحریم‌های اقتصادی و قانونی هیچ پروتکشنی برای شما نمیده. حالا میریم سر کسی که میخواد طبق جوازهای کلی پول بیاره. سو مثلا شما الان یه پراپرتی تو ایران فروختین، زمینی آپارتمانی بوده که ارث به شما رسیده و میخواین اینو بیارین. خب چه کار میتونین بکنین؟ شما که نمیتونین برین توی بانک ایرانی مستقیما پولی حواله کنین آمریکا. تنها راهی که شما میتونین از ایران پول بیارین این هستش که از طریق صراف، به خاطر اینکه ارتباط بانکی بین ایران و آمریکا وجود نداره. میرین صراف، خودتون بستگانتون ریال میدین به صراف، ارز حواله میخرین، یعنی دلاری که داخل آمریکا میخواد به شما تحویل بده. نکته اولی که الان خیلی 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 مهم هست این هستش که به هیچ عنوان این پولی که از طریق صراف میاد از داخل آمریکا نباید به حساب شما واریز بشه. این پول باید از یک کشور سوم به شما حواله بشه. الان حتما خیلی ها شنیدن که بانک های آمریکایی، مخصوصا بانک آف امریکا، خیلی داره دنبال بستن حساب های بانکی ایرانی آمریکایی ها هست. و ما آخرین صحبتی که با بانک آف امریکا داشتیم به ما گفتن که ببین مسئله تحریم ها یه طرف، برای اینکه وقتی که شما طبق تحریم های اقتصادی دارین پول میارین، ما یه سری مدارک که بعدن یکم توضیح بیشتر میدم، یه سری مدارک به بانکتون ارائه میدیم که بدونن منبع پول چیه، پول از کجا داره میاد و چرا دریافت کردن این پول قانونیه. علاوه بر این مسئله پولشویی و اینجا بهش میگن anti money laundering regulation. سو الان همه بانک ها، اصلا فرقی نمی کنه از کشور تحریم شده پول داره میاد یا نه، باید مطمئن بشن که این پولی که داره وارد این بانک میشه به مانی لاندرینگ یا پولشویی ارتباطی پیدا نکنه. و این حواله هایی که از داخل آمریکا انجام میشن، اینجایی که ریال ایران میگیره و اینجا دلار به حساب شما واریز میکنه، حقیقتش اینه که شما هیچ راهی ندارین که تشخیص بده اون شخص کیه، منبع این پول چی بوده، چه پولی دارن به حساب شما واریز میکنن، و این میتونه خیلی برای شما مشکل به وجود بیاره. ما ممکنه همه کار رو درست انجام بدیم، تمام پیپرورک و مربوط به آوردن پول طبق تحریما رو به بانکتون ارائه بدیم و همه چیز اوکی باشه، ولی یهوی صراف بیاد مثلا 5000 تا 4000 تا 3000 تا 2000 تا چک بانکی، حواله نقد از داخل آمریکا تو برانچ دپوزیت به حساب شما واریز کنه. اینا همه فلاگ میشه، نه برای violation تحریم‌های اقتصادی ولی برای anti money laundering regulations که خیلی موقع میتونه حتی مشکل‌تر و سخت‌تر باشه.
برای وقتی که از ایران پول میاد اولین چیزی که یادتون باشه حتما به صراف بگین که این پول باید از یک کشور سوم حواله بشه. و نکته دوم این هستش که وقتی که پول از طریق صراف میچرخه و به حساب شما واریز میشه، منبع اصلی اون پول برای بانک شما مشخص نیست. بانک شما فرضاً والز فارگو فقط میبینه که برای مهنوش یزدانیار 50,000 دلار از یه حساب نامشخص از یک کشور سوم از طریق صراف پول به حساب من واریز شده. اینا هیچ راهی ندارن بدونن منبع اصلی این پول کی بود، اون شخص کی بود، من برای چه مصرفی اینجا دارم میارم این پولو، و به این ترتیب این پول ممکنه که فلاگ بشه و این حساب بسته بشه. برابر این باید ما مطمئن بشیم هر موقع داره از ایران پول میاد باید حتما گزارشات لازم به بانکتون ارائه داده بشه. در غیر این صورت اینا راهی ندارن که بدونن پول از کجا داره میاد و این پول مجاز هست یا نه، هم طبق قوانین تحریم ها هم قوانین پولشویی یا ضد پولشویی. سو کاری که ما معمولا انجام میدیم، الان میریم صحبت گیفت یا انهرتنس یا بهش میگن نان کامرشال پرسونال ریمیتنس، پول شخصی که ارتباط تجاری نداشته باشه با ایران. اینا پولایی هستش که براش جواز کلی صادر شده. این پول باید از کانال قانونی و کشور سوم به حساب شما واریز بشه. باید مطمئن بشین که هیچ جای این ارتباطی با بهش میگن specially designated nationals، یعنی اون کسانی که دولت آمریکا در واقع خیلی میگن بلک لیست کرده، یعنی گفته که تحت هیچ عنوان اجازه نداریم باهاشون کار کنیم. باید مطمئن بشین که هیچ کدوم از این designated nationals تو این transaction دستی نداشتن. و باید به مرکز کمپلاینس بانکتون، اون مرکزی که مسئول برگزار تحریم ها هستن، مدارک لازم ارائه داده بشه که اونا بدونن پول از کجا داره میاد و چرا قانونیه. و همونطوری که صحبتش رو کردیم باید مطمئن بشین که از داخل آمریکا پولی به حساب شما واریز نمیشه. این یه اوورویو هستش برای کسانی که میخوان پول بیارن و همین استپا باید برداشته بشه برای پول فروش زمین خونه ملک یا لیکویدیشن اف اسیتسی که طبق جوازهای کلی مجازه. این یه لیستی ما درست کردیم از ما دوز داریم دونتس داریم. اینا دونتس هن، کاری که نباید به هیچ عنوان انجام بدین در رابطه با ایران. اولا که میدونم خیلی ها الان اینو میگم دو حالت داره، یا میگن که واه نه بابا من دارم، یا میگن که برو بابا همه دارن. این که حساب بانکی داشتن توی ایران، داشتن حساب بانکی توی ایران غیر قانونیه برای یک شخص آمریکایی، حتی اگه شما با IRS اینو ریپورت کرده باشین. یه مشکلی که برای خیلی‌ها پیش میاد اینه که خب هیچ کسی دلش نمیخواد که یه کار غیر قانونی انجام بده، رفتن و حتی توی FBARشون به IRS ریپورت کردن که من تو ایران حساب بانکی دارم، ولی در نظر نگرفتن که خب این داشتن حساب بانکی طبق تحریم‌های اقتصادی داخل ایران برای یک US person قانونی نیست. به هیچ عنوان شما اجازه ندارین حساب بانکی توی ایران داشته باشین. حتی برای آوردن حقوق بازنشستگی باید مجوز بگیریم اگر این حساب هنوز به نام شماست و کنترل این حساب دست شماست. شما اجازه ندارین توی ایران کار کنین، یعنی حتی برای یک سری کارهای خیریه یا داوطلبانه هم غیر قانونیه که شما بخواید داخل ایران کار کنین. داشتن بزنس، داشتن شیرز توی پراپرتی، اینا همه غیر قانونیه. هدیه یک زمین خونه ملک یا هر گونه ریل پراپرتی، دریافت کردن چنین هدیه غیر قانونیه. حتی درس دادن داخل ایران قانونی نیست. و یه چیز دیگه که ما اینجا اضافه کردیم برای که برای خیلی مشکل به وجود میاره، وقتی که شما میرین ایران، سفر میکنین ایران و داخل خاک ایران هستین، اجازه ندارین که حسابای بانکیتون رو چک کنین. چرا؟ به خاطر اینکه طبق قوانین بانکای آمریکا اجازه ندارن برای یک شخصی که داخل خاک ایرانه، فرقی هم نمیکنه اون سیتیزن، گرین کارت هولدر یا هر چی، نه اجازه ندارن حساب بانکی داشته باشن. برای خیلیایی که میرن اونجا آنلاین بانکینگ انجام میدن، اتفاقی که میفته این هستش که بانک از طریق اون VPN میفهمه که شما داخل ایران تشریف دارین و این حساب رو یا ریستریکت میکنه، یعنی اجازه نمیده نه پولی بیاد نه پولی بره تا شما برگردین آمریکا و ثابت کنین داخل آمریکا هستین، یا در بدترین حالت اصلا حساب رو میبندن، کاملا میبندن. و این برای خیلیایی که رفتن و ایران موندگار شدن یا مثلا تو دوران پندمک نتونستن برگردن مشکل ایجاد کرد. برای اینکه فکر کنین اونجا رفتین از طریق آنلاین بانکینگ، فکر میکردین هزینه های زندگیتون رو میدین، بعد حسابتون رو میبندن، همه این بیلزایی که قرار بود پرداخت بشن نمیره، کردیتتون خراب میشه. برای این خیلی باید مراقب باشین. یه نکته دیگه هم که الان صحبت پندمک هستش و ریموت ورکینگ و اینا،
باید در نظر داشته باشین که یک شخص آمریکایی نمیتونه داخل ایران کار کنه. تو حتی اگر شما برای یک شرکت آمریکایی دارین کار میکنین، بدون مجوز نمیتونین برین داخل ایران ریموتلی کار کنین. یعنی الان حتی من نوعی نمیتونم بگم که من مثلا فردا اگه بخوام برم 6 ماه ایران باشم، لپتاپمو بردارم بگم من بزنسمو از ایران انجام میدم. طبق تحریم های قانونی نیست و باید اول برای اون مجوز بگیریم. ببخشید. این یه چکلیستی هست، من اینو گذاشتم اینجا، حالا میتونم جداگانه اگر دوست داشته باشین به ما تو info@yazdanyourlaw.com ایمیل کنین، این چکلیست رو براتون میفرستم. این در واقع یه چکلیستی هست برای یک شخصی که میخواد از ایران پول بیاره. آیا من برای پولی که داره میاد طبق جواز کلی مجازه یا احتیاج دارم که اقدام برای مجوز کنم؟ فرستنده کیه؟ نان یو اس پرسن هستش یا نه؟ این نکته خیلی مهمه، برای اینکه بهتر فرستنده نان یو اس پرسن باشه. صرافی از کجا این پول رو برای من میفرسته؟ من اطلاعات لازم به بانک هم ارائه دادم یا نه؟ و چگونه میخواد این پول به حساب من واریز بشه، از داخل آمریکا یا از خارج از آمریکا؟ و دوباره اینم یه سامری هستش که از ایران اگه میخواییم پول بیارین، اولین کاری که بکنیم مطمئن بشین یک نان یو اس پرسن پول داره براتون میفرسته، از طریق صراف اینو میفرستین، مطمئن باید باشین که صراف از کشور سوم داره این معامله رو انجام میده، باید مطمئن باشین که مدارک درست به بانکتون ارائه داده شده که از اون طرف بانک این پول رو فریز نکنه. بازم تکرار میکنم که همه این سلایدز ها روی سوشال میدیا پلتفرم های ما هستن، از طریق وبسایتمون هم میتونین اونا رو اکسس کنین. حالا میریم سر یه سری جوازهای کلی که الان مخصوصا توجه با پندمیک خیلی مطرح شده، برای کارهایی که دولت گفته که مجاز برای یک شخص آمریکایی انجام بدن. فرستادن قضا به ایران مجازه و همیشه مجاز بود. فقط باید مطمئن بشین که اون کالایی که داریم میفرستین طبق دفنشن قضا قرار میگیره. برای اینکه خیلی موقع ممکنه ما فکر کنیم یه چیزی is characterized as one thing، دولت با ما موافقت نکنه. برای این خیلی باید مطمئن بشین که هر کاری که میخواین انجام بدین واقعا طبق قوانین و اون دفنشنی که دولت پیاده کرده درست هست. همچنین دارو و دوا. منتها دارو و دوا خیلی باید مراقب باشین. برای اینکه مخصوص دارو، دوا، basic medical devices، اینا خیلی دفنشنهای خاصی دارن. خیلی موقع کسانی بودن فکر میکردن که مثلا مثال میزنم. ventilators میشه basic medical device. برای پندمیک و کووید میخواستن ventilators بفرستن. ما یه کلاینتی داریم، یه non-profit organization هست، و فکر میکردن که اون تو چارچوب جواز کلی قرار میگیره، که در صورتی که اینطور نبود. اقدام برای مجوز کردیم و خوشحالم که بگم جوازم گرفتیم و تونستیم برای یک سال ventilators بفرستیم برای بیمارستانای تو ایران. ولی قشنگ باید برای دولت مطرح میشد که کدوم بیمارستانا کی ازش استفاده داره میکنه، چند تا از این ventilators داره فرستاده میشه، در چه مدتی داره فرستاده میشه، چه جوری داره فرستاده میشه. ولی تونستیم مجوزش رو بگیریم. این خودش خیلی نکته مهمیه. اینو راجب ما اون دفعه هم صحبتش رو کردیم. حالا من خیلی بیسک اوورویو میدم برای اینکه میخوام بریم به قسمت question and answers. ولی خیلی سوال پیش میاد راجب اینکه کی میتونه کمک humanitarian aid یا بشر دوستانه به ایران بفرسته. ببینید یک شخص یعنی an individual، یه شما خودتون اجازه ندارین پول بفرستین مستقیما به یه انجمن خیریه داخل ایران یا برای کمک بشر دوستانه. میتونین غذا بفرستین طبق جوازهای کلی، میتونین بیسیک مدیکال دیوایس و مدیسن بفرستین، منتها پول نمیتونین بفرستین. این خیلی مهمه به خاطر اینکه خیلی ها مخصوصا میگم هم با پندمیک هم هر اتفاقی که افتاد فان ریزینگ میکنن داخل آمریکا، ولی it's an individual doing a fundraiser، یعنی یک شخص داره این فان ریزینگ رو انجام میده. و مشکلی که پیش اومده خیلی هم پول جمع شده از طریق این GoFundMe یا فیسبوک پلتفرم و بعد اینا رو بلاک کردن. چرا؟ برای اینکه یک شخص اجازه نداره پول برای کمک حتی humanitarian aid، حتی کارهای خیریه به ایران بفرسته. انجمنای نان پروفیت آمریکایی 501c3 یا نان گورنمنت اورگانایزیشنز این حقو دارن که پول و خدمات طبق General License E یا جواز کلی E به ایران بفرستن، به شرطی که هدفش از Basic Human Needs، کمک بشر دوستانه، که اینجا هم اگزمپلزاش هستش. مثلا اگر بخواییم برای پرورشگاه پولی بفرستین، اگر
یک سری پولایی که میخواد استفاده بشه برای health related services و اگر خدایی نکرده natural disaster تو ایران پیش اومده میتونین کمک برای اون بفرستین، کمک برای غذا، لباس، دارو، پول میتونین بفرستین که اون خرید بخرینش، اونا خریداری بشه توی ایران. و نکته که مهم هستش اینه که در سال فقط این برای انجمنهای خیریه $500,000 میتونین بفرستین ایران، سقفش $500,000 و هر quarter باید اینو به سازمان OFAC بخش لایسنسینگش ریپورت کنین که چقدر داریم میفرستین، چجوری رفته، تمام جزئیات این پولا رو باید بفرستین. برای این هر نان پروفیت اورگانایزیشن توی آمریکا اجازه داره تا سقف $500,000 برای کمک هایی که طبق جنرال لایسنس ای آوتلاین شده بفرستن ایران و هر کوارتر اینو باید به سازمان OFAC هم ریپورت کنن. تو اینم یه خلاصه صحبتامون هستش، این چک لیستی بودش که شده و اینم این یه چارتیه که خیلی ازش استفاده کردم، میگم هم رو سوشل میدیا هم اگه به ما بگین برامون میفرسته. اینجا در به ما قسمتی که صورتی هست توضیح میده شما به عنوان یک شخص چه چیزایی میتونین بفرستین ایران. اینجا هم در زرد میگه یک انجمن خیریه یا نان پروفیت اورگانایزیشن چه کمک هایی میتونه بفرسته ایران. این یه خلاصه چیزایی که یادتون باشه وقتی که میخواین کمک بفرستین به ایران، که یک شخص نمیتونه این پول بفرسته. یه نکته دیگه که خیلی مهم هست این هستش که وقتی که شما اصلا، حالا مربوط به کمکی که به ایران میره هستش یا نه، وقتی که از این اپ های استفاده میکنین که بخواییم پول جا به جا بکنین، ونمو، زل یا پیپال، اینا اگه شما کلمه ایرانو توی پیمنتش به کار ببرین یا تو پرپسش به کار ببرین، به احتمال خیلی خیلی قوی اینا فلاگ میشه، برای اینکه میخوام بدونن این چیه و میخوام مطمئن بشن که منبع اون پول قانونی بوده. حالا برای یک شخصی که داره واقعا پول میفرسته ایران، بعد مطمئن بشین منبعش قانونیه، برای اینکه به احتمال قوی این این اورگانایزیشن ها ازتون میگن که خب این پول مربوط به چی بود و چیکار می‌خواستین با این پول بکنین و اینا. ولی اتفاقی که خیلی میفته این هستش که مثلا من الان میام میگم که من میخوام یه پولی به شما دونیت کنم، It's the Iranian-American Association of X, Y, and Z. خیلی موقع این ایرانیانش فلاگ میشه، این خود اکاونت اینو نگر میدارن. برای من یکم مراقب باشیم. مثلا ما دوتا کلاینت داشتیم رفته بودن شام یا نهار بیرون و یکی میخواست، مثلا یکی پولو داده بود با کردیت کارتشون، هم میخواست با ونمو پول بده، and they reference Iran in the payment، ونمو این پولو فریز کرد. تو اینم در نظر داشته باشیم. اگرم نان پروفیت هستین نمیتونین فقط همینطوری پول بفرستین، باید مطمئن بشین که اینا رو ریپورت کنین. و اصولا اگر یه چیزی هستش که مبهم هست، اگر مطمئن نیستین که 100% قانونیه، این و اینم من الان 11 ساله که دارم تخصصم تحریما هستن، خود من هنوز یک سری ابهاماتی تو قوانین هست، برای اینکه ببینین این قوانینی که اینا توی 1995 پیاده کردن، فکر نمی‌کردن که الان ما تو 2021 2 میلیون ایرانی آمریکایی دارن داخل آمریکا زندگی میکنن که بالاخره رابطه دارن، بستگانشون ایران هست، میرن و میان از ایران و اینایی محدودیت هایی که به اینقدر زیاد هستش، خب طبیعتاً داره رو زندگی کردن اونا تاثیر میذاره. بنابراین اینا رو هی عوض کردن، جواز کلی صادر کردن. ولی خب it's not clear. There's a lot of uncertainty in the regulations. برای همین من میگم اگه 100% مطمئن نیستی یک کار مجازه، از دولت، از سازمان OFAC guidance بگیرین یا درخواست برای جواز بکنین. خب من سعی کردم خیلی خیلی تونتون بگم که برسیم به question answer، که فکر میکنم we have a good amount of time. من اینا resources هایی هستش که ما میتونیم براتون بفرستیم. اصولا اگر آشنایی نداریم با خود OFAC و پیجای OFAC، خوبه که برین OFAC frequently asked questions پیج داره که همه خیلی سوال و جواب میذاره توش، خیلی اونو دوست داشتن. از طرف دفتر ما، وبسایت ما، به تمام سوشال میدیا پلتفرم های ما لینک هستش، ویدیوها، اینفوگرافیک، دیگه هر جوری که شما فکر میکنیم ما سعی کردیم اینا رو بتونیم در واقع از این حالت complicated و سختی در بیاریم
سو اگه دوست داشتین برین روی پیج ما و یه موبایل اپ هم داریم یزدان یور لا که اگه برین از روی هم گوگل اندروید دیوایس و یا هر دیوایس اپل میتونید دانلود کنین. این برای کسانی که میخوان مستقیما در ارتباط با ما داشته باشن از طریق تکست، تلفن، اگه میخواین داکیومنت بفرستین اونجا یه داکیومنت سندینگ فیچر هستش که سکیور هستش. خوشحال میشیم اگه دانلود کنین و در خدمتیم. Having said that, خب وای شوله جون چقدر که حرف زدم. خیلی ممنون از صحبتاتون، خیلی استفاده کردیم، ولی خب به همون نسبت هم سوالات میاد. خب سوال اول این هست که ارسال پول از طریق کریپتوکارنسی به صورت تدر مجاز هست یا خیر؟ خیلی خیلی سوال خوبیه و به جای، به خاطر اینکه الان موضوع کریپتوکارنسی و دیجیتال کارنسی خیلی خیلی موضوع داغیه. So, اصولا ما باید نگاه کنیم ببینیم اون ترانزکشنی که میخواین انجام بدین مجاز هست یا نه. خب اگر مجاز استفاده کردن از کریپتوکارنسی هم مجاز میتونه باشه، ولی اگر غیر قانونیه فرقی نمیکنه شما چجوری دارین این کار رو انجام میدین. ولی نکته ای که من همیشه به کلاینت ها میگم اینه که اگر من بودم از طریق کریپتوکارنسی الان هیچ چیزی رو نمیفرستادم. چرا؟ به خاطر اینکه اصولاً به خاطر اینکه اصلا دیجیتال کرنسی آن رگولیتده، اینو هر کسی ازش استفاده میکنه این فرض رو به وجود میاره که شما میخواین یه سری رو پنهان کنیم. خب ماها ایرانی ها آرادی میخواییم با ایران هر کاری بکنیم زیر ذره بینیم و زیر سوالیم، چه برسه حالا میخواییم از طریق مثلا این کریپتوکارنسی این کار انجام بدیم. دومن وقتی که شما از طریق بانک پولتون رو میارین، بالاخره این قشنگ مشخصه که داره میره از یه حواله داره وارد اینجا میشه. There's a wire trace, there's ways of looking at the money. این پول از کجا داره میاد، از کجا داره میره. و اگر به مشکل بخوره و منبع پولتون قانونیه، ما اینجا راحت میتونیم اینو ثابت کنیم، اثبات کنیم. به بانکتون مدارک لازم رو ارائه میدیم، پروفی که این مثلا پول به صراف ارائه داده شده و این فرستاده شده. خیلی راحت تره. ما الان یه کلاینتی داریم 100% پولش قانونی بوده، یعنی ایشون گرین کارت گرفتش، خونش رو فروخت، از طریق بردش پولش رو نقد تو ترکیه، بعد از طریق ترکیه از طریق صراف دیجیتال کرنسی خرید و این پول رو اینجا فرستاد از طریق والتی که تو یکی از این وبسایت هایی که خرید و فروش کرنسی هستش. اینو فریز کردن. الان ما مدتیه که داریم میخوایم اثبات کنیم که این پول قانونی بوده، منتها سخت تریس کردنش، برای اینکه تمام هدف این کریپتوکارنسی این هستش که تریسش نکنیم. برای این جواب سوال این هستش که از نظر قانونی اگه منبع پول قانونیه، دلیلی نمیبینم که نتونین از طریق کریپتوکارنسی کار کنیم. تنها چیزی که ممکنه مشکل به وجود بیاره این که شما دارین کریپتوکارنسی مثلا خرید و فروش میکنین تو این والت ها، اگر پول رو نگه دارین یا اگر تریدینگ تو این والت بکنین، یعنی اینا اگه دارین خرید و فروش میکنین، از دیدگاه دولت این ممکنه از اون حالت نان کامرشل یا شخصی در بیاد و تجاری حساب بشه که دیگه این از نظر قانونی مشکل سازه. سو اگه مثلا فقط دارین کریپتوکارنسی یکی رو میخرین و اینجا تو والتتون میگیرین و منبع پولتون مجازه، طبق قانون it's a gray area، ولی میشه انجام بدین. ولی اگه قرار باشه تو والتی باشه که خرید و فروش باشه، مدت طولانی باشه، از دیدگاه دولت میتونه این یک commercial transaction دیده بشه و مشکل به وجود بیاره. اصولا I don't recommend it. حالا اگر هم بخواین انجام بدین، I recommend که از قبل بدونین دقیقاً چه قدمایی بردارین و چه documentationی نگه دارین که بتونین اثبات کنین اگه یه موقع این پول بره زیر سوال که پولتون قانونی بوده. اوکی، سوال دوم هست، اکانت بانک چیس من بدون دلیل بسته شد و کل پولم برای 3 هفته لاک شده بود. آیا امکان شکایت از بانک چیس را دارم؟ متاسفانه نه، ولی من خیلی دلم میخواد که این اطلاعات رو داشته باشم. اگه بشه به ما ایمیل کنین info@yazdanyarlaw.com. دلیلش این هستش که ببینید، بانک ها اصولا میگن که شما هر موقع که هر کلاینت با ما حساب باز میکنه، ما یه قرارداد میبندیم. طبق این قرارداد هم شما هر موقع دلتون میخواد میتونی وارد بانک ما بشین، حسابتون رو ببندین و پولتون رو بیارین بیرون. هر موقع هم ما میتونیم تصمیم بگیریم که حساب بانکیتون رو ببندیم. برابر این، اینی که اگه شما بخواییم برین و
شکایت بکنیم به جایی نمیرسه، مخصوصا چون که اصلا اینا دلیل، یعنی مجبور نیستم که به شما بگن چرا حسابتون رو بستن. اکثر اوقات وقتی که این حساب رو بسته میشن فقط یه نامه میدن میگن که این یه بزنس دیسیژنیه، این یه های ریسک اکاونتیه. تازه اگه بخوام این توضیح هم بدن، این یه های ریسک اکاونتیه، این یه بزنس دیسیژنیه، ما این حساب رو داریم میبندیم. ولی مشکلی که خیلی الان داره پیش میاد همینی که میگین برای کسانی که نه از ایران براشون پول اومده، نه کاری کردن، حسابا رو دارن میبندن. چیز رو نشنیده بودم، بیشتر من بینک آف امریکا رو شنیده بودم، ولی خوبه که این اطلاعات رو جمع بکنیم، برای که حالت دیسکریمینیشن داره پیدا میکنه و این خیلی میتونه که خیلی انجمنای نانپروفیتی هستن داخل آمریکا که برای کمیونیتی ایرانی آمریکایی خیلی دارن فایت میکنن و میتونن این موضوع رو اسکلیت کنن. برای من ریکامندیشنم اینه که اگه این اتفاق برای شما یا عزیزانتون افتاده به ما بگین، ما بتونیم بیشتر با این نانپروفیت ها کار کنیم، این اطلاعات رو جمع بکنیم، شاید از یه لول بالاتر یه مقداری از نظر مثلا پی آر و اینا بر روشون فشار بذاریم. ولی به طور برانکی بانک میتونه به هر دلیل حسابتون رو ببنده. سوالی که من برای شما دارم اینه که آیا واقعا شما مثلا از ایران براتون پول اومده یا نه؟ یعنی که اکثر اوقات که این حسابا بسته میشن یه حواله این وسط انجام شده که فلگ شده، یه دپازیتی باعث شده که اینا این بره زیر سوال. مثلا آیا کش دپازیت یهویی برای تو حسابتون واریز شده؟ آیا مثلا از یه کشور سوم از یه حساب نامشخص برای شما یه پولی حواله شده؟ چک‌های بانکی، کشیرز چک یا اوور دی کانتر دپازیت ها از برانچ های دیگه به حساب شما انجام شدن. اینا همه چیزایی هستش که ممکنه اینا فلگ بشن، نه برای تحریم های اقتصادی ولی برای انتی مانی لاندرینگ. بسیار سوالی هست، پرسیدن که عموی من دو ملیت ایرانی و کانادایی دارد، آیا او می تواند از طریق کانادا مستقیما برای من پول ارسال کند؟ بله، ببخشید گفتن که تبعیت کانادا و کجا؟ ایرانی. بله، هیچ مانعی نداره باز هم، ولی منبع پولتون باید مجاز باشه. اگه پولش همش تو کانادا که خب اصلا مربوط به تحریم ها نیست، اگرم عموی شما داخل خاک کانادا هست، محدودیت هایی که گذاشته شده برای یک شخص ایرانی موقعی مهمه که وقتی که اون آدم مقیم ایرانه. ولی اگه عموی شما کانادا آمریکا، کانادین امریکن، ببخشید کانادین ایرانیان هستش، حالا تو کانادا زندگی میکنه یا ایران، در هر دو حالت پول شخصی که ارتباط تجاری نداشته باشه مجازه. ولی اگه مثلا ایشون بزنس دارن از طریق ایران میخوان برای شما از طریق کانادا پول بفرستن، اون مجاز نیست. منبع پول مجازه، خیلی مهمه که مجاز باشه. اوکی. بعد سوالی هست، چرا اوفک بنیاد کودک تمدید نشد؟ راهکار چیست؟ Child Foundation. بله، ما باید اون obviously خود representationشون باید بیان و نشون بدیم. من نمیدونم، باید ببینیم درخواست جواز چی بوده، تمدید میخواستن بکنن که ای بوده و دلیلی که اوفک آورده چیه. یه مقداری جزئیات بیشتری احتیاج هست اگه بخوایم که، یعنی چیزی نیستش که من بتونم همینطوری به شما جواب بدم. بسیار. سوال کردن که برای اینکه لیست خیریه های مجاز را بشناسیم و از آن طریق ارسال کنیم، می توانید چند بنگاه خیریه در آمریکا را که دارای مجوز ارسال پول به ایران هستند را معرفی کنید؟ 100%. ما دفتر ما خیلی با انجمنهای خیریه کار میکنه و چند non-profit organizations رو represent میکنیم. یک سریشون طبق جوازهای کلی دارن پول میفرستن که ما reportingشون رو انجام میدیم، یعنی دیگه غیر از جواز کلی جواز خاص نگرفتن. یک سریشون کارهایی که میخوان انجام بدن خارج از اون چارچوب جوازهای کلی بود، برای اونها اقدام کردیم برای جواز خاص. اگر لطف کنیم، برای اینکه راحت ترم، اگر با دفتر ما ایمیل کنیم یا تماس بگیریم و بگین هدفتون چیه، من میتونم بگم کدوم از این انجمنا بیشتر برای کاری که میخواین انجام بدین کاندیدای خوبی باشه و میتونیم مستقیما بعد با خودشون تماس بگیریم. اوکی. سوال بعدی هست، آیا میتوانیم برای مقاصد شخصی به ایران پول بفرستیم؟ راه قانونی آن چیست؟ می توانیم به شما مراجعه کنیم؟
100% بستگی داره میخواین یعنی اگر if it's a non-commercial personal remittance یعنی از هر دو طرف اینجا پول شخصی اونجا هم برای مصرف شخصی یا مصرف شخصی برای بستگانتون مثلا دلیلی که این نکته ای که مصرف شخصی رو من هی ریپیت میکنم برای اینکه خیلی ها مثلا میگن من میخوام برم خونه بخرم برای خودم خب ولی خریدن خونه is outside the scope of the general license خارج از اون چارچوب جواز کلیه برای اینکه این از دیدگاه دولت آمریکا وقتی که شما تو ایران دارین پراپرتی میخرین این تجاری میشه اگه برای واقعا 100% مصرف شخصیه یا برای کمک بستگانتونه از طریق صراف از کشور سوم بازین باید انجام بشه یک سری از کلاینت های ما الان ترجیح میدن نقد با خودشون ببرن برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن شما میتونین هر مقدار پول نقد هم با خودتون وارد آمریکا بکنین هم میتونین با خودتون خارج ببرین خارج از کشور ببرین فقط باید دم مرز ریپورت کنین ما همین هفته گذشته یک کلاینتی داشتیم $100,000 نقد میخواست ببره اونجا یک مقدار برای میخواست 6 ماه اونجا بمونه هزینه های زندگیشو میخواست اونجا پرداخت بکنه و از و کمک به بستگانشون قشنگ برای ایشون نامه تهیه کردیم دم مرز نشون دادم و بردن و هیچ مسئله براشون پیش نیامد حالا از نظر امنیتی نمیدونم با $100,000 نقد ترافل کردن if it's safe or not ولی اون یه آپشنی هست در غیر این صورت از طریق صراف باید فرستاده بشه و باز هم یک سری گزارشات لازم باید به بانکتون ارائه داده بشه که بله 100% میتونیم کمکتون کنیم. سوال دیگه ای هست که نوشتن من یه قرارداد کاری با شرکت ویتنامی داشتم از جون 2017 تا اپریل 2021 از سپتامبر 2019 تا به حال هیچ پولی به هم ندادن چون ایرانی هستم در حالی که من گرین کارت دارم و آمریکا زندگی می کنم و حسابم هم آمریکاست چیس و پی ام سی بانک ویتنام قبلا پول رو می فرستاد اما الان به خاطر ملیت من پول رو نمی فرسته من حسابم کاملا نرماله و از کشورهای دیگه حتی شهرهای دیگر ویتنام پول دریافت می کنم آیا قانونا می تونم کاری انجام بدم؟ ببینین بله ما می تونیم بگیم که خوش این بهانه دارم میارن خب که دارن طبق میگن تحریمایی و این یه مشکلیه که خیلی ما داریم میبینیم یعنی اصلا حالا شما راجبه این که پول میخواییم پول خودتون رو میخواییم بیارین یا از طریق بانک پول بیارین مثلا یه سری هستن دانشجوهایی که میخوان برن خارج از ایران امتحان ورودی دانشگاه آمریکا رو بدن اونجا میگن نه شما ایرانی هستیم ما این کار رو براتون انجام نمیدیم یا یه سری هستن که مثلا برای آرتست من یه سری واردات مثلا پینتینگ یا یک کار هنری اکثر اوقات طبق جوازهای کلی مجازه منتها ممکنه بگن که نه ما این کار نمی کنیم یا اجازه نمیدیم به خاطر اینکه شما ایرانی هستیم در واقع این تحریم ها رو بهانه دارن استفاده ازش میکنن که به یه معامله نه بگن حالا در کیس شما اینا خب به نفعشونه دیگه برای هر چقدر این تاخیر بیاد برای آوردن پول اینجا خب اون پول تو حسابشون بیشتر میمونه از نظر تحریم های اقتصادی حتی اگه شما فقط تبعیت ایران رو داشتین و خارج از ایران زندگی میکردین و اگر قراردادی نبودش که مربوط به یک کار تجاری داخل ایران بود اجازه ندارن اصلا این به شما تحریم های آمریکا رو بهونه کنن که نخونیم پول رو به شما بدن. برای این در کیس های مثل مال شما ما نامه نوشتیم به بانک ها و گفتیم که نه شما اجازه ندارین این پول رو نگهدارین. بانک ویتنام حقیقتش ما هیچ وقت کار نکردیم ولی مثلا فرانسه این اتفاق افتاد، سنگاپور این اتفاق افتاد، استرالیا این اتفاق افتاد، انگلیس این اتفاق افتاد و با نامه نگاری حل شد. برای اینکه در واقع گفتیم خب شما دارین تحریما رو بهانه میکنین، ما هم داریم اثبات میکنیم که طبق تحریما این کاملا قانونیه. مشکلی که ممکنه پیش بیاد در کیس ویتنام اینه که خب نهایتاً اگه اون بانکی که تو داخل تو ویتنام بگه خب من پولمو نمیفرستم ما متاسفانه کاری نمیتونیم انجام بدیم باید برین اونجا و اونجا هر پروسیدینگی هستش یا تو دادگاه یا هر کجا که میخوایم بریم باید از اونجا انجام بشه تا الان ما تونستیم این مسئله رو با نامه‌نگاری حل کنیم میتونیم اگه تماس بگیریم ببینیم اگر بتونیم کمکتون کنیم که حتما در خدمتیم اوکی اجازه بدین سوال بعدی رو آقای کوین بکنن من آن میوتشون میکنم ممنونم
مرسی از برنامه‌تون، ممنونم. مهنوش خانم، یه سوال من که دارم اینه که اگر من بخوام اینجا با مثلا هنرمندان، مثلا میوزیشنز این ایران کار بکنم و کارشون رو روی اسکپ یا بی ام آی رجیستر بکنم، آیا اوفک نیاز داره؟ و این مثلا فرض کنید یا under my name یا اینکه my company name باشه in the US، حالا چه بخوام بهشون رویالتی بدم چه بخوام رویالتی ندم، یعنی ترانزکشن مالی اگر میشه در دو جور اینو جواب بدین. مثلا فرض کنید اصلا من بگم اینا گیفت به من یه میوزیکی بوده، من حالا ولی میخوام پابلیشش بکنم که بعد رویالتی میاد به حساب من، آیا این نیاز داره به اوفک یا نه؟ اوکی، بسیار سوال خوبیه. ببینید، همونطوری که گفتیم در بعضی موارد نه، اصلا شما میتونین یه آرت ورک یا it's funny، برای اینکه زیر سقف information material حساب میشه، وارد آمریکا بکنین و حتی میتونین بفروشین و مسئله پیش نیاد. ولی یه گری ایریایی هست، برای اینکه اگه شما حالت پروموشن بخواید بکنین، یا اگر مثلا ایشون هنوز یه آهنگسازیه که آهنگشو نساخته، خواننده‌ای که آهنگشو نخونده، یه آرتیستی هستش که هنوز اون آرتو دیولپ نکرده، مثلا برای اون نمیتونی با ایشون قرارداد ببندید. حتی رویالتیش ممکنه که دیگه مجاز نباشه. بعد از نظر مالی اگه بخوایم پولی به اونا بدیم ممکنه گری ایریا باشه. من همیشه رکمندیشنم اینه، این هستش که اقدام برای مجوز بکنید. بلکه تهش ما یه آرگومنت خیلی قوی برای شما داریم که مجوز براتون صادر بشه. شما میخواین برای آرتیستایی که داخل ایران هستن که ممکنه تو خود ایران این امکاناتو نداشته باشن که آهنگاشون رو شیر کنن، که این آرتشون رو نشون بدن، این کارو انجام بدیم براشون. این هیچ چیزش هیچ جای اون برخلاف هدف تحریم ها نیست. و حالا it's up to you، اگر میخواین که پولی هم به خودشون بدین، اونجا یکم باید مراقب باشیم که چجوری ما میخواییم این financial transaction رو براشون describe بکنیم که جواز صادر کنن. ولی اصولا بهتره که مجوز داشته باشین. چرا؟ برای اینکه خیلی از این آنلاین پلتفرما، دوباره برمیایم سر صحبت بهانه، میگن you can't do it، این آرتیست ایرانی داخل ایرانه، ما فقط بعد از شما فکر کنیم مثلا این همه زحمت بکشین دارین رو پروموت میکنین، یه های they pull all the tracks. خب میخواین چه کار کنین؟ در صورت اگه مجوز داشته باشین و یا اگه اقدام برای مجوز کرده باشین و دولت در جوابش گفته باشه که برای این کار احتیاج نیست، اون موقع موقعی هستش که اون return without action letter کمکتون میتونه بکنه، مخصوصا اگر اون اقدام برای license original license application هم داشته باشه. برای این I do recommend applying for a license. ما چند تا جلسه کلاب هاوس داشتیم، این من خودم آره دیگه خیلی دیگه تو کلاب هاوس هم فعالیت و اینا میکنیم. یه حسنی که داره این که واقعا همه از دور دنیا جوین میکنن و یه پلتفرمی هست آرتیست ها خیلی میان توش و خیلی راجع به این موضوع صحبت کرده بودن که اصلا یهویی این پلتفرم های آهنگ و آهنگسازی و اینا این they just pull their music because they're Iranian. خب it's not fair, it's not right, but there's workarounds. So من recommend میکنم اگه زحمتی نیست با ما تماس بگیرین، ما یکم information بیشتری بگیریم، ولی I think it's worth applying for a license. بعدی در ادامهش کوتاه بپرسم، این لایسنس مثلا فرض کنید نیازی نیست که برای هر شخصی، چون نمیشه، فکر نمیکنم پرکتیکال باشه، من یه لایسنس میگیرم مثلا به اسم شرکتم و میتونم با آدمای مختلفی کار بکنم، درسته؟ این نیست که مثلا من یا باید یه لیست 200 نفره رو بنویسم زیر اون لایسنس، چون نمیدونم چه جوری مثلا کار میکنه. ببین اصولا اقدام برای مجوز به صورت نامه به دولت آمریکا ارائه داده میشه و اینش خیلی جالبه، برای اینکه مثلا اکثر اوقات شما مثلا به IRS میخواین یه کاری رو انجام بدین، فرم هزار تا فرم، یا مثلا میخواین اقدام برای ایمیگریشن بکنین، فرم هست نهایتا، فرم میکنین و میدین، یا هر چیز دیگه، حتی داخل آمریکا هر لایسنسی بخواین بگیرین یه اپلیکیشن فرم میکنین بهشون میدین. برای اوفک اپلیکیشنش به صورت نامه هست، یعنی یه نامه ای که شما دارین توش میگین من اسمم اینه، بک‌گراندم اینه، استاتسم اینه، میخوام این کارو انجام بدم، تو رو خدا به من اجازه رو بدین. مشکلی که هست داخل این درخواست، اگر مراقب نباشین اکثر اوقات خیلی موقع اوفک از وایلیشن میفهمه شما یه کار غیرقانونی انجام دادین. برای کسانی که اقدام برای لایسنس کردن و فکر بدونی که میدونستن اون تو نوشتن یه کار غیرقانونی انجام دادن، اینو این ربطی خیلی به سوال شما نداشت ولی الان به ذهنم رسید که اگه دارین خودتون به دولت آمریکا درخواست جواز میفرستین، مطمئن بشین که چیزی اون تو نذاشته باشین که خدای نکرده برخلاف تحریم هاست، برای اینکه اون موقع بعد میتونن بیان بگن که حالا ما we're gonna do a civil enforcement against you برای این کار.
معمولا حالا بر همین میگم باید صحبت کنیم. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که آره خب it's not practical شما بخواید اسم 200 artist رو بیارین و بگین که ما برای هر کدوم از اینا لایسنس میخوایم، ولی ممکنه مثلا میتونیم بگین که ما برای artist های کسانی که روی designated nationals list نیستن، کسانی که مستقیما با دولت ایران کار نمی کنن میخوایم کار کنیم، یا private entities هستن و مثلا ما میتونیم اوتو بمیسیم که list artists ها رو نگر میداریم و ما میتونیم هر موقع که OFAC بخواد بهشون بدیم. So راههایی هستش که بتونیم اینو انجام بدیم بدونه که بخواییم هر دفعه هم یه artist اضافه بشه اینو amend بکنیم. پس کلن این در واقع این کار specifically برای مثلا اون LLC که من در نظر دارم تحت اسمش این فعالیت music publishing انجام بدم، این جزء تحریم ها نیست، فقط برای وقتیه که در واقع اگه question کردن و گفتن چرا، یا اون پلتفرم ها اگه موسیقی رو ورداشتن و من خواستم بگم اه نه این اوکیه من مجوز دارم، برای اون مواقع در واقع هستش. نه ببینین من شاید درست توضیح ندادم، نه یعنی اگه یک کاری، این کاری که شما دارین برای من دیسکرایب میکنین به احتمال قوی براش لایسنس احتیاج هست، خب و اون فرقی نمیکنه، یعنی اون اصلا باید براش اقدام برای مجوز میکنه. یک سری کارا رو ممکنه لایسنس نخواد، برای همین میگم بهتره تماس بگیرین که من بهتر متوجه بتونم بشم که دقیقا میخواین چه کار انجام بدین. درست توضیحی که به من دادین طبق تحریما it requires a license. اوکی ممنونم، مرسی، تشکر میکنم. اوکی مهنوش جان در چه حالی؟ سوال دیگه مطرح بکنم یا خسته شدی؟ نه خواهش میکنم. اوکی سوال بعدی هست، آیا از داخل ایران میتوانند در بازار سهام آمریکا سرمایه گذاری کنند؟ ایرانی کانادایی های داخل کانادا میتوانند در بازار بورس آمریکا سرمایه گذاری کنند؟ برای یک شخص ایرانی که داخل ایران هست نه، متاسفانه شما نمیتونین توی استاک مارکت آمریکا و هر گونه اصلا بزنس آمریکایی شما نمیتونین سرمایه گذاری کنین، حتی اگه بزنس خانوادگی باشه. یک شخص ایرانی که داخل خاک ایران هست نمیتونه توی یه شرکت آمریکایی و یا استاک مارکت سکیوریتیز یا هر چی آمریکا سرمایه گذاری بکنه بدون لایسنس یا گرفتن مجوز. اگه کانادا ایرانی هستین و داخل خاک کانادا هستین اون باز فرق میکنه، شما یک کانادین سیتیزن هستین بهش میگن ordinarily resident of ایران، یعنی ساکن ایران نیستین. اگه ساکن ایران باشین یا داخل ایران زندگی بکنین اجازه ندارین این کار رو انجام بدین، ولی اگه داخل کانادا هستین و سرمایهی که میخواین استفاده کنین از کانادا داره میاد اون مجازه. بسیار. سوال بعدی هست، به عنوان یک استاد دانشگاه میتونم با بچه های ایران مقاله بدم یا OFAC میخواد، آیا میتونم یه سری آزمایشات علمی رو ایران انجام بدم و تو مقاله علمیم ازش استفاده کنم در رشته مهندسی؟ به احتمال قوی نه، و این یه نکته خیلی مهمی هست که برای خیلی های مشکل به وجود آورده. نمیدونم اگه یادتون هست دفتر ما دو اکادمیک خیلی خیلی معروف دکتر سلیمانی و دکتر اسکری رو رپرزنت کردیم، هر دوتاشون برای جرمی که داشتن در واقع غیر قانونی goods یا services از ایران یا به ایران، در صورتی که حالا نظر شخصی که من نه، نظر پروفشنال من اشتباه دولت آمریکا بود، ولی برای همین جرم گرفته بودنش. برای این شما هر گونه ریسرچ پروژکتی میخواییم مخصوصا در رشته مهندسی حتما باید اقدام برای مجوز بکنین. بعدم اگر بخواین از طریق دانشگاه اینو انجام بدین، اگه غیر مستقیما، اگه شما با یه دانشگاه دارین کار میکنین، اگه غیر مستقیما این کارو انجام بدین، به احتمال قوی اون دانشگاه is going to have issues with that. So 100% تماس بگیرین برای اینکه باید حتما مجوز بگیرین قبل از اینکه هر کاری با ایران انجام بدین، مخصوصا اگه بخواین تو ایران ریسرچی انجام بشه برای شما. بسیار. من سوال جدیدی نمی بینم. خب اینجا هست، Would you please pass on my question below? Thank you so much for your informative meeting. خب دوستان از شما تشکر می کنن، ما هم خیلی از اطلاعات مفیدتون قدردانی می کنیم، واقعا لذت بردیم و اگر اجازه بدین دیگه در خاتمه با
تشکر و سپاس فراوان از شما و همینطور با تشکر از آقای محمد حسین نادری که کارهای تکنیکیمون رو انجام دادن برنامه امشب رو به پایان میبریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم. ممنونم از دعوتتون، خیلی شب خوبی داشته باشین. عزیزانم که اگه هر سال دیگه ای داشتن در خدمت هستیم، با دفتر ما حتما تماس بگیریم. من سلام عرض میکنم مهنوش جان، مریم هستم از AIP. مثل این که آقای کیوان یک سوال دیگه دارن، آقای کوین مثل این که یه سوال دیگه دارن، اگر وقت داریم اجازه بدیم. این که یه سوال دیگه هم تو چت باکس هم هست حتما نارو پاپ. مرسی آقای ممنونم، مرسی. یه سوال دیگه، اگر که یک کتابی آترش ایرانی باشه و من بخوام اونو آنلاین بفروشم مثلا روی آمازون، حالا فرض کن اصلا آترش دوست منه و به من پی دی افشو داده، گفته اینو بفروش، پی دی اف بفروش، اصلا چیزم نیست، فیزیکال هارد کاپی هم نیست، این که این من بذارم بفروشم و مثلا پولش بیاد توی حساب بانکی من، این مشکل پیدا میکنه؟ نه، برای اینکه معمولا بوکس اور لیترچر تو چارچوب انفورمیشن متریال حساب میشه و اگه اینو از قبل نوشتن، یعنی این نیستش که شما رفتین بهشون گفتین که ببین یا یه کتاب بنویس من میام اینجا براتون بتونم بفروشم، اون غیر قانونی میشه. ولی اگر این it's already in existence به شما داده میگه برای من بفروشین، اون مجازه. ولی اگه بخواین بعدم برای ایشون پولی بفرستین، اون ممکنه که مجاز نباشه. So اگر if that's the case then we would need to talk a little bit more. I got it. خب این از این لحاظ که مثلا من که خب نه درخواستی ندادم، ولی خب فرض کنین حالا یه نفرم یه در مثلا من میگم یه نفر یه کتاب تاریخ برای من بنویسه، خب این الان چه فرقی داره؟ یعنی یه چیزیه که you know what I'm saying, it's just a mental definition. I'm with you but I also don't make the laws. I just give you the bad news. So no, don't thanks. Be a messenger, but yeah. I also help you work around them. So that's good. Got it. Yeah. No. میدونیم ما برای this is a huge issue برای اینکه and it's a good issue. Man, I love working on these things. برای اینکه just because the sanctions exist, it doesn't mean you can't engage in a transaction. We can find workarounds, right? And in the cases that you're talking about, artists, authors, musicians, they deserve the opportunity to express themselves and to have their works be shared. And I don't think they should be penalized just because they live in Iran or they're Iranian, right? So we should definitely, if it's not in the law allowed, we should definitely find a way to make it happen. I'm happy to do that. ما اتفاقا یه خلاصه از این قوانین مربوط به information materials آماده کردیم بعد از همین کلاب هاوسی که برای این آرتیست و اینا ما انجام دادیم. اگه دوست داشته باشین با دفتر تماس بگیرین، میتونیم کپیشو براتون بفرستیم. خیلی خوبه. بله، برای اینکه it's a very بعد میتونیم ببینیم. ولی حالا میگم میخونینم خندتون میگیره. یه چیزی it's like what the hell بقول شما what difference does it make? Why? ولی we can go through it and then ببینیم what you want to do. ولی we would really love to help you and able to help them. So حتما تماس بگیرین. حتما. بعد این قانونی این خلاصه‌ای که دارین اسم خاصی داره که من اگه گفتم مثلا بدون اگه بگیم من general license for information materials. Oh, okay. General Thank license. You so. My pleasure. مهنوش جان می‌خواستم ببینم میشه ما اسلاید های شما رو برای AIAP داشته باشیم؟ بله not a problem. فقط حتما یعنی اگه بشه یا من میتونم یه دیسکلیمر بذارم که اینو فقط در حدی که مثلا ما اطلاعات داریم میرسونیم. It's not legal advice. ما فقط داریم به طور کلی میگیم همینی که الان با گفتگو کیوان خان داشتیم. میبینین میگم تو هر چیزی میگم آره، بعدش میگم ولی ممکنه نه. Like my favorite thing. Arevalina. It's yes but no. That's what the sanctions are. So absolutely, but it's just for information materials. So فقط اینکه just make that very clear. Or if you would like, I'm your disclaimer. براتون بفرستم یعنی که خودتون بگین. It's just for information materials. But I'm that's okay. برای منم سوال فرستاده بودن که آیا این recording اینو میذارین برای access به دیگران داشته باشن؟ بله، ما ریکوردینگ رو میگیریم در صفحه فیسبوک AIAP ما میذاریم و لینکش هم توی کانال تلگرامی خودمون قرار داریم.
Okay, عالی. That's great to know. پس اونایی که نتونستن بیان ما میتونیم بگیم که بیان رو فیسبوک پیج شما. درست؟ بله حتما. مرنوشا یک سوال دیگه هم اومد، نمیدونم وقت داریم. من آره من I'm in no rush. من میدونی که من 3 ساعتم از شما عقب‌ترم. So take your time. It's aloha. هر موقع خواستی. خیلی هم عالی. پرسیدن که I'm a Swedish-Iranian citizen that lives here in U.S. on a non-immigration visa. Can a Sarraf send money to my account in Sweden and I transfer that money directly to my account in U.S.? What are the documentations needed to provide to my U.S. bank if required? I'm a Swedish-Iranian citizen that lives here in U.S. on a non-immigration visa. Oh, it's just a repetition of the same thing she wrote. Okay, so... If one question is when you open your bank account, was it with your? I mean, was it obviously? I'm guessing as you opened it with a Swedish national, as a Swedish national, or that you showed that you were here on a tourist visa. So just keep that in mind because once you leave, if they want, if you're an Iranian national, once you leave the country, they can close that bank account because they're not allowed to have bank accounts open for Iranian nationals. When you're here, you're a U.S. person technically, or if you're with your Swedish visa, you're a Swedish national, or if you're ordinarily resident of Sweden. But let's say you leave the U.S. and you go, they can restrict that account until you can prove where you ordinarily reside. That's just something to keep in the back of your mind. While you're here, you're allowed to receive money. You can send it to your bank account in Sweden. Generally, if money goes from your own account to your own account, it's not a problem. So if let's say I'm French, right? I'm French Iranian and I live in France and I have an account in France and I also am living in the US or I'm visiting the US. I can send money from my own French bank account to myself. The bank might ask, what is this? It's my own personal money and I'm using it for my own personal use. The problems usually arise when money comes from these money transmittal brokers because it comes from an account that's not related to yours, or if it comes from a family member's account that's not related to yours. There has been a high frequency of banks asking origin of funds for all international wires, even if it's coming from your own account. We've seen this a lot with Canada. I haven't seen it with Sweden, but that doesn't mean that it doesn't happen. What I would recommend is if it's coming from Iran, we would need to make sure that the source is legal. It's not coming from a business enterprise in Iran. It's not coming from anything having, it has to be a non-commercial personal remittance or real or personal property proceeds that you had before you became a US person or inherited after. It's always good to have the paperwork and the documents to support where the money is coming from. The concern that I would have is if you receive money from a currency exchange broker into your Swedish account, and then immediately you send it here. Because if the bank in the United States asks your bank in Sweden, where is this money coming from? How long has it been in your account? That could be problematic. So the long answer to your question is it's legal as long as the source is legal. It's not related to a commercial enterprise or anything commercial. The bank might ask, in which case you say, it's my personal assets coming from Sweden. And if they ask further questions, you have to make sure that if it's related to Iran, the source is legal. In some cases, depending on the amount, we do report it to the bank prior. So we say our client's receiving money, it's coming from their own account, source is Iran, but this is what it's regarding. But I would need just a little bit more information about the amount and the frequency of the transactions. Okay. یک سوال دیگه هم هست که چون به فینگلیش نوشتن ببخشید اگر یواش میخونم. نخواهش میکنم. چون داشتن حساب بانکی در ایران غیر قانونی است، اگر شخصی بخواد یک پراپرتی که از قبل دارد رو بفروشد و پولش رو به حساب یک صراف واریز کند، میتواند لایسنس برای باز کردن حساب بگیرد؟ خیلی سوال خوبیه. یک زمانی میشد، یعنی یه زمانی ما مجوز میگرفتیم صرفا برای کسانی که میخواستن فقط حساب باز کنن، یه اسطی رو بفروشن، پول رو بریزن اون تو و پولش رو بفرستن. ولی حدودا دو سه نه بیشتر
چنقدر زمان زود میگذره. من هی میخوام میگم دو سه سال پیش، بعد تاریخ ها به ذهنم میرسه، میگم oh my gosh that was 5 years ago. ولی it was like 5 سال پیش دیگه جواز صادر نکردن. الان یه مقدار با ادمنستریشن جدید دارن داریم سعی میکنیم که یه مقدار اینی که خب وضع ایرانی که الان اینجوری که هست، یک شخصی که میخواد پراپرتی بفروشه خب امکان پذیر نیست بدون حساب بانکی بتونه این ترانسفر انجام بده. هنوز جواب مثبتی نگرفتیم ولی امیدوارم که بتونیم. برابر این در کیس شما رکمند میکنم که اپلای بکنیم و نشون بدیم چرا، یعنی واقعا کسی رو شما ندارین، کسی رو نمیتونین روش حساب بکنین که بخواد اونجا حساب براتون باز کنه یا این پول براتون بفرسته، خودتون حتما باید انجام بدین و اینکه به محضی که این معامله انجام بشه این حساب بسته میشه. فکر میکنم شانسش الان بهتره تا مثلا این چند سال گذشته که جواب نمیدادم برای باز کردن حساب بانکی حتی برای فروش. ولی کاری که توی این مدت انجام شده این هستش که مثلا خیلی در هر صورت مثلا خریدار توی ایران اکثر اوقات یک جا این پول رو به شما نمیده، خورد خورد میده. میتونین اون چکی که خریدار میده رو بدین به صراف یا همون خورد از خریدار بدین به صراف، صراف بفرسته براتون اینجا، یا اینکه وکالت بدین به یک شخصی که سیتیزن یا گرین کارت هولدر نیستش یا وکیل استخدام بکنین، برای اینکه استخدام کردن وکیل هم برای فروش پراپرتی مجازه که اون کار از طرف شما بتونن انجام بدن. خیلی ممنون. یک سوال دیگه هست، میگن is it okay if a US person takes his money to Australia and through his son's account wire the money to the United States? I'm so sorry, I'm gonna read. Is it okay if a person takes his money to Australia? It's okay, but we would still need to report it here that that's where the money is coming from. And the other thing to keep in mind is that all of it is legal. So if the underlying transaction is legal, so if you're selling property or receiving non-commercial personal remittance, if the underlying transaction is legal, then you can send it directly to your account here, or you can send it through a third country. You can directly or indirectly bring that money here. If the underlying transaction is illegal, if it's involving a commercial activity in Iran, it doesn't matter how many different places you take it. If they trace it back to that, it's illegal, and you can get in trouble for that. The problem that I have in instances where people are involving individuals and accounts in third countries that belong to themselves or their family members is that if you take that cash, or if a currency exchange broker deposits that money into your son's account in Australia, if your Australian bank has an issue with that, if the bank in Australia says, you know what, I don't want to deal with this, I don't care where it's coming from, it's you're intending on sending it to a US person, it involves a US person, I don't want to take the risk with the US sanctions, we're going to freeze this account, there's really not much I as a US attorney can do for you, even with the US sanctions, because it's out of our jurisdiction and the Australian banks can decide whatever they want. Whereas if you move money through a currency exchange broker and it comes here and for whatever reason it encounters an issue, which it very well may, and I'm honest with that with my clients, because we could do everything right. We could do everything perfectly. We can cross all our T's and dot all our I's, but what happens is that we're dealing with currency exchange brokers. We don't know how they're going to send the money. We don't know what it's going to look like here. We don't know how the banks are going to flag it. And that's one of the downsides when we're dealing with two countries that have absolutely no ties or relationships. But what we do have is we have the law on our side. So if the money, for whatever reason, gets stopped, I can say, oh, look at it. It's a non-commercial personal remittance. We sent all the paperwork to you, to the bank. We really went above and beyond to develop transparency. And it's not, what has happened is not our problem. I've never in 11 years, knock on wood, encountered a case where one of my clients has brought money and we haven't been able to get the money to the client, or that there's been any legal implications or issues. اسفندر ولی دود کنینا چشم نزنم خدا ولی side note دود اسفند ولی so that's the only thing is که اگه پول بیاد آمریکا ما خیلی دستمون بازتره، میدونین اگه هم مسئله پیش بیاد اینجا وکیل اینجا هستیم، قانون اینجاست، سرمایه اقتصادی اینجاست، نهایتاً هم بانک‌ها دیگه ما رو میشناسن و این پول رو ریلیس میکنن. ولی تو استرالیا اگه بگن نه یکم دستمون بسته است. میگم خوشبختانه با کشور سومم حقیقتش ما مشکل نداشتیم، میگم حتی با استرالیا هم ما کار کردیم، یه همیشه سخت‌تر بوده، یعنی همیشه مثلا کاری که اینجا ممکنه تو 2 هفته انجام بشه اونجا ممکنه 2 ماه طول بکشه.
ولی از نظر قانونی غیر قانونی نیست. خیلی متشکر. میگم من دوباره برام یادآوری شد که ما چرا دوباره شما رو دعوت کردیم. تالنت شما اینه که چیزای پیچیده رو آسون بکنین و به تیکه های کوچک قابل فهم تقسیمش بکنین. به هر حال مجدداً ما از شما و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین تشکر میکنیم و امیدواریم که در آینده مجدداً در خدمتتون باشیم. من it would be my pleasure. ممنونم از دعوتتون. انشالله همه خیلی شب خوبی داشته باشن. ممنونم. مرسی. شب شما بخیر. شبتون بخیر خانم یزدانیار. دست شما درد نکنه. مرسی برای همه پشت صحنه همه کاری میکنین که این برنامه ها سموزلی پیش بره. ممنونم از شما. ارادتمندم. انجام وظیفه. شب همگی بخیر. ممنون. شبتون بخیر.